هم خیابون پیروزی میگم هم نمازی، هنرستان و دبیرستان نمازی هم اینجا. بورس چیه خونگیه، نگاه کنه تو چشکار میکنه از هم اول اخجال و حالا فصل بخاریه، قهوه‌ساز و کتری برقی و پلوپز و چیه یه ضعف و ظروف هم تو پاساژا هست، لباس شویی هم آسد و مصبت دیگه. آه خسته هم شد این باز فون چند قیمت هم؟ 21 تومن. بعد فرش هم از ریاغون هم لطف علی خان زن سوقات چی از این؟ بهش میگفتن چی از تمپو اینجا بوده. این بر میخوره به چهاروی مشیر و خیابون لطف علی خان داریوش، این بر همجور میخوره به خیابون لطف علی خان کوچه شیبانی اشتباه نکنم. این کوچه قدیمی شیراز، اونایی که این برای خبر داشته باشن اینجا خانومایی کار میکردن که حالا خانه هایی نمیدونن چی دیگه، معروف بود این کوچه یکم از این خانوما کار میکنن که دیگه فکر نکنم الان دیگه خبری باشه، بیشتر قدیمی. اما یه بار تور شیراز گردی رفتم، تو هنش هم فیلم گرفتم، حالا بهتون پیشنهاد میشه. اون به ما این حرفا رو میزن که جریانی کوچه ها چجوریه، هر شهری پوست عوض میکنه، ممکنه خاطرات گذشته اسمایی که خیابونا کوچه ها میدازن فراموش بشه، طبیعی هم هست، نمیشه حالا مثلا بگیم کسی مقصره یا چون اسم خیابونا رو عوض میکنه. 140 سال پیش اونایی که 60 سال پیش بوده فراموش کرده و الان چیزایی هست که ممکنه 20 سال 40 سال بعد فراموش بشه. البته این دوربین و این چیزا اومده دیگه، شاید یه چیزی بمونه. رفتیم خیابون نمازی، هم خیابون پیروزی میگن هم نمازی، هنرستان و دبیرستان نمازی هم اینجا. خب حالا خیابون نمازی چه خبر؟ بورس چیه خونگیه، نگاه کنه تو چشکار میکنه از هم اول یا اخجال و حالا فصل بخاریه، مثلا تایم تابستون که بیان میشه چی؟ کوله. الان بخار قهوه ساز و کتری برقی و پلوپز و چی هم مخلوط کن. من
معروفه اینجا بعضیا بخوان چیه جهیزیه بخرن میان اینجا. دیگه همه چیه معروف به آشپزخونه اینجا پیدا میشه. آشپزخونه چی میخواد؟ به واسطوری و ماکروفه رو فر و حالا بعضی جا دیگه میخرد. البته بیشتر شده الان، قبلا نمیخریدن. دیگه این کابینت میخوان بزنن دو تا جای فر و ماکروفر هم در میارن دیگه، خانواده عروس هم چی باید پرش کنن و یعنی مادر شوهرش حاکی میشه. بعد لباسشویی، بخاری هم که میبینی، قهوه ساز بعضی ها میخرن، مخلوط کن، غذا ساز، یخچال فریزه، دیگه جارو برقی. یعنی بیان چند تا مغازه بگردن دیگه، چیای ظرف و ظروف هم تو پاساجا هست. لباسشویی هم آسد تو مصبت دیگه، کم مصرف کم مصرف، سیو انرژی. یه فرهنگ بدی که حالا الان کمتر شده اینی که یه مراسمی کلن بود، مراسم چی؟ نشون دادن جهیزیه به فامیل. این دیگه مسخره ترین آداب و رسومی که از قبل بود. یه تایمی قرار میدادن که خانواده های بیشتر، حالا دوماد بی اخجالشه، بی فرششه، بی تلویزیونه، بی جارو برقی، بی چرخ گوشتشه، ای ظرف ظروف، او آرکوپال، او آرکوپال درجه یک. که حالا خوشبختانه کم کم داره این فرهنگ غلط فراموش میشه. بشکو برقی، ظرفشویی، ببرم بریم ببینیم از برنم بعضی ها یکم شاکی میشن، میگن چرا از خط عابر پیاده رد نمیشه. من همیشه سعی میکنم رد میشم، ولی اونجا چرا قرمزه دیگه، ما هم از اینجا میندازیم میریم. حالا ببینیم توی پاساجو جام. بیشتره الان آپارتمان ها رو کابینتشون جای گاز رومیزی میذارن، ولی الان اینجا هم هست، یعنی گاز ها این هم سرویس های ظرف و ظروف و کاسه بشخواه. آخ هسته هم شید. این گازتون چند قیمته؟ 21 تومن. بعد فرش هم از آلتون. فرش چجوریه؟ یعنی کیفیتش آنکون ما که معروفه، همه شام خوده ما چکر. 21 تومن. آن گاز یه چی ارزون این بود، یعنی حتی قبلا مثلا چیای آشپزخونه یخچال فریزر 7-8 تومن بود، گازی مثلا میگفتن 1.200، الان 21 تومن. مثلا 800 تومن، 500 تومن، 550. 21 میلیون گاز، چه خبر. حالا داشتم میگفتم من کابینت سازا خوبه، یه گاز رومیزی در میان، حال گاز رومیزی نمیدونم چنه دیگه، با حساب اون هم باید 10-12 تومن باشه. دیرم بوره اینگر کنابه بازاره، یعنی بخوای یه آشپزخونه تجهیز بکنی تا یه گاز کوچیکو 4 شعله 13-14 تومن.
آقای شما هستی؟ این گاز رومیزیتون گذاشته اونجا چند؟ نفر فروشندش نیست شما. آه، چه این که بفرم میگم شما هفت و پونسد به به یه فریزی دونه فسپلی و هشت آمان حالا حقوق یک کارمند چنده؟ من از هشتومن میدونم تا معمولیش دوازده سیزده. حالا مثلا بگیم چند سال سابقه و ردوی بالا برسه به بیستومن. پولی یه ما کارش تقریبا بیست و خورده روز کار از ها هفت و نیم سر کار تا دوسته میشه پولی گاز آلتونه بیسی تومنی. حالا کسی که مدیر باشه رسیم ریاغونم لطفعلی خان زن سوقات چیرازی مغازه و معروفه همیشه هم شلوغه. سروی نمازی که الان باید بهش بگیم چاره نمازی دیگه میگیم سروی نماز. بعضی از آب را باید رعایت بکنن دیگه تو سبزی نباید برن جلو آقایی که سبزی برین آقا برای تو سبزه حالا اینجا پای سر من این یعنی خوبه یه فرهنگی جا افتاده من یکم آرومتر به سر آقا برم کسی که اینجا وایسه دیگه خیلی دمش گرم یکم از سرای نمازی بگم. سرای نمازی مغازه که حال شده کفش ملی و سوغاتی و آرکوپال و فروشگاه و این چیزا. یه روزی چیز بوده مغازهای خوانندگی و وسایل چیه یهش میگفتن چی از تمپو اینجا بوده که میمدن مثلا کسی جشنی چیزی داشت ازشون مثلا وسایل موسیقی و خواننده و اینا میگفتن یه شب ما کار داریم دو شب کار داریم اجاره میکردم حالا به یه نوعی اون شخص یا اون وسایل ها رو حالا چه دیگه خبری نیست از چی ها از قرماتیکی و اینا هم فکر کنم اسمشون بوده. خب تا یه ویدیو دیگه یه شیرازگردی دیگه فعلا خدا نگهدار.